سال سرنگونی این حکومت و امیدواریم این شرایط ایجاد بشه که یکی از خواستای منه که اگر خودم نجانستم جوانان ایران و ایرانیانی که از این رژیم لطمه خوردن این اجازه ندن که این سید علی فرار کنه به نقطه امنی بره به روسیه بره یه جایی زندگی بتونه ادامه بده در همون ایران این رو دستگیرش بکنن به دو ماشین چپ و راست ببندن تا انتقام مردم ایران به این وسیله از او گرفته بشه. آرزو دارم این کار زمانی بشه خود من بتونم اونجا حضور داشتم و از یک چنین کاری رو انجام بدم. بله آقای سیاوش عبستای عزیز ادامه بدین برنامه تون. استاد شرفشاهی عزیزم نخست این که این تابلوی که اینجا پشت سر منه دختری با این گونه بی پوشش داره شامپاین میخوره در برابر شهیاد، آرزوی ماست که با شما دکتر رزبارا، دکتر قرقزلو، مهندس شجره عزیزم، این شجره نمیدونین چیکار کرده تو تاریخ. آقای شرفشاهی بریم تهران شهیاد و همینجا شامپاین رو بزنیم با هم. این کار دختر منه، 10 سال پیش شیوا کشید، روزی که خمینی مرد آقای دکتر رزمارا یادشونه، من از رادیو تموم میشد اعلام کردم بریم جلو سفارت شامپاین میخوریم. رفتم جلو سفارت شامپاین را کردیم، جشن و شادی. اومدن گفتن بابا یارو مرده، در مرگ کسی شادی؟ گفتم در مرگ اهرمن باید شاد بود. حالا آقای شرفشاهی نکته ولی اینه، مردم سلحشور ایران فهمیدن که مشکل ما فقط سید علی خامنه ای نیست، که مشکل ما سادات تازی حاکم بر ایران هستند. سیدهای خوب بسیار داریم که ما مخلصشون هستیم، توی جریانات هستن. وقتی میگم سادات تازی، سادات تازی همونی که بچهای ما رو میزنه گلوله میزنه میکشه، سادات تازی همونی که توی اوین میرن روی کوه هوای میستن با تفنگ دوربیندار یک یک زندانی ها میزنن. یکی از سردارای نظام جمهوری اسلامی آقای شرفشاهی، اسمشو بعدا میگم وقتی از کشور خارج میشه، الان شاغله تو ایران، یعنی شاغله، همه شما میشناسینش. به من گفت سیاوش عبستا اتاقی که رهبری میکنه سرکوب های ایران رو از اول تا الان، گفت این اتاق توسط افسرای ارشد روسیه هدایت میشه و ما هممون مطیع اونا هست. یعنی از این که این جنرال های پوفیوز ایرانی رفتن نه پیش پوتین، نه پیش نخست وزیر، نه پیش وزیر، رفتن پیش سفیر روس در تهران. ببینید چگونه ذلیل‌ترین عکس تاریخ اینه، صف کشیدن که باش فقط یه دست بدن. یعنی آقای شرفشاهی همچنان که 110 سال پیش روسیه تظاهر کنندگان مشروط خواه ایران رو در مسجد گوهرشاد به توپ بست و کشت ده ها نفر، صد ها نفر رو، الان هم با خامنه ای تنها که مرد